و ادامه یه برنامه کاروبار از یک خوش آمدید. ما میایم روی روابط شخصی شما با آقای خلیل‌الله فروزی و شیرخان فرنود. اونا در یک بحث تلویزیونی یک در مناظره کابل اعلان کردن که شخص آقای دلاوری خودش رفت آمد داشت در ویلاهایی که ما در امارات خریداری کرده بودیم و بالای اونا سرمایه گذاری کرده بودیم. با کلی درست نیست. ما رابطه ما امرای کل بانک ها چون رئیس بانک مرکزی بودم خوب بود و ایجاب میکنه که ریاست بانک مرکزی، اداره بانک مرکزی با بانکای که جواز داده رابطه خوب داشته باشه تا معلومات خوب داشته باشه. یعنی هدف مقصد پروسشی بود آقای دلاوری که اونا میگفتن که بانک مرکزی افغانستان تمامی اشخاص مسئولش از اینکه ما سرمایه‌گذاری هایی را در ویلاهای در امارات متحده عربی انجام دادیم اونا آگاهی دارن. شما با وصفی که آگاهی داشتین که اونا بانک ها فعالیت های تجارتی در بیرون از کشور دارن هیچ نظارت و هیچ تجدید نظر در مورد روند کاریشان نکردین؟ این به کلی غلط است. ما از ویلاهایی که در دبی خریداری شده بعد از اینکه ما از بانک رفتیم یا خرید بعد از او خریداری شده ما ارتباط نداشتیم، از اینکه رفت آمد ما امرای نداشتم. ما بیاد دارم که یک روز عید بود همراه یک گروپی که در او رئیس اتاقای تجارت هم بود و چندین نفر از تاجرای کلان افغانستان بودن می رفتن به خانه شیرخان فرنود، در خانه بود در دبی که من نمیدونم که ویلا بود یا خانه بود. ما یک مرتبه به غرض از خاطر عید رفتیم که آقای شما میگید که آگاهی نداشتن از اینکه سرمایه‌گذاری هایی در ویلاها در امارات متحده عربی از طرف کابل بانک صورت گرفته. ما شما صحبت میکنیم و موضوع اسناد از وقت است، کلش اسنادش موجود است که در سال 2008-2009 شده. نمیدونم که اگر از در وقتی صورت نگرفتم چه خبر می داشت. حالا برمیگردیم به شعار بانکداری اسلامی که شما بیشتر در مجلس ازش یادآور شدین و این هم سبب شد که اکثریت اعضای مجلس نمایندگان به شما اعتماد کنن و رأی اعتماد هم بتن. شما چه راهکاری را برای بانکداری اسلامی در افغانستان در پیش دارین؟ اول خب ما بانکداری اسلامی را تنها مروج شدنش در این مجلس نگفتیم، بلکه وقتی که در گذشته هم در بانک بودم و ما اطلاع داشتم نظر به معلوماتی که فهمه که ما داشتم بانکداری اسلامی از یک طرف یک خواهش مردم افغانستان است و در بعض ممالک اسلامی رواج داره، نتیجه خوبی هم داده در بعض ممالک. ما او وقت اقدام به تهیه مسوده قانون بانکداری اسلامی کرده بودم که حالا هم به او عقیده دارم که بانکداری اسلامی یک طرح است که نشان داده کمی بحران اقتصادی امروز فرزند مالیزیا بسیار کم است، چرا که مالیزیا یک قسمت کار زیاد خود از طریق بانکداری اسلامی میکنه و ما هم آرزو داریم که ایره در افغانستان قانون تکمیل بکنیم و قسمی که اشاره کردم در شورا خصوصا در دو جهت در دو عرصه. ما امروز شما جوانا کلتان میخواین که خانه رهایشی داشته باشین، یک بانک ما در اینجا و به مراجعین قرضی که خانه بخره نداره. ما بانک رهنی و تعمیراتی رو نظر به تقاضا و اصرار بعض مؤسسات بین‌المللی که افغانستان و خصوصا افغانستان بانک با اونا همکاری داره از بین برده شد پیش از اینکه ما در بانک بیم و از اون سبب خصوصا روی بانکداری اسلامی اشاره کنیم آقای داری. یعنی طرح شما چه هست که کاملا بانکداری مروج از بین میبرین و میایین بانکداری اسلامی رو در افغانستان پیدا میکنین؟ اوتور نیست، در پالوی این بانکداری فرضاً شکلی که بین المللی داره در پالوی از اون قانون هم اجازه میده که ما بانکداری اسلامی رو مروج بسازیم. ما از همون اسمش دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست، ما بانکداری غیر اسلامی داشته باشیم. خود چون قانون اجازه میده، یک روش است که تقاضای مردم است، یک روش که از نظر مذهب از نظر دین اسلام باید که مردم سود نگیره. ما در پالوی از او بانکداری اسلامی را مزایایی که داره در قسمت قرض، یعنی در تمویل منازل شخصی، در تمویل ماشین آلات زراعتی بسیار یک شکل ساده است که به اساس بانکداری اسلامی مردم پول خود ایوازی که به یک حساب امانت مفادی بانه به یک حساب میگذاره که در اوج شراکت میباشه. یک مشتری بانک پول خود میگذاره
میگه که ای به حساب بانکداری اسلامی بره و به حساب مخصوص میره، ایوازی که به بخت و قسمت بره و مو رقم ای به حساب مخصوص میره که در او حساب که جمع شد و از او فرزند خواهم خود بانک یک شارک میخره. ده سال گذشته از دید شما چی عامل باعث شده که کاری بیشتر روی قانون بانکداری اسلامی در افغانستان صورت نگیره؟ امروز از 18 بانک خصوصی که در افغانستان فعالیت داره، حدوداً 7 بانکش محصولات بانکداری اسلامی را به بازار ارائه کردن، اما بدون موجودیت قانون بانکداری اسلامی. یک دو چیز است، یکی خواه 7 بانکی که هست اینا برنامه های بانکداری اسلامی دارن، پول مردم گرفته میشه به نام بانکداری اسلامی. هدف من ایست که آقای دلاوری بدون موجودیت قانون بانکداری اسلامی فعالیت اینا میتونه چگونه قانون باشه؟ خب قانونی یعنی خودشان بانکداری اسلامی را به اساس بدون موجودیت یک قانون اعلان میکنن و امید است که اونا به اساس خب شما چی میباشه آقای دلاوری در زمینه بانک هایی که بدون موجودیت قانونی کار عملا شروع کردن و شاید هم اکثریت موارد تخلف هم وجود داشته باشه؟ اگر تخلف وجود داشته باشه از نظر من تخلف تخلف مذهبی است. وقتی که شما پول یک نفر به نام بانکداری اسلامی میگیرین، اون پول باید 100% با تحت شرایط بانکداری اسلامی در بانک نگاه داشته شود. امرای دیگه پولا سپاسگزار آقای دلاوری. بحث ما با آقای دلاوری پس از یک میان برنامه ادامه پیدا میکنه.